لحظه میگن که آقا یعنی چی؟ خیلی کمدیه ها، میگیم چطور مگه؟ میگه یه دختر و پسر همین که یه جمله عربی بگن، او بگه بله، او بگه بله، بعد یهو به هم دیگه محرم شدن. نگاه نکنید به اینکه یه کل بود یه جمله بود، این اجازه از خدا بود. این دختره میخواد آرایش کنه بری بیرون، باباش میگه رفتی خونه شوهرت، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تا وقتی تو این خونه هستی حق نداری. این فقط میخواد اذیت کنه که غلطاشو بکنه. فرمود پیامبر عزیزمون در اسلام هیچ بنایی، آه خیلی عجیبه این کلمه های هیچ، خیلی جالبه، در اسلام هیچ بنایی عزیزتر و ارجمندتر و محبوبتر از ازدواج نیست نزد خدا. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 رو برگزار میکنیم. بعد از اینکه مراحل ازدواج موفق طی شد، میخوایم برسیم به اینکه بریم عقد کنیم. من این توضیح رو هم بدم، باز روزه های اول عرض کردم جلسات اول، که الان ما که داریم میریم جلو، بعضیا که ازدواج کردن یکمی نگران میشن، ای بابا ما زندگیمون هیچ چیز درست نبود، نه معیارامون، انتخابمون، نه روشمون، هیچ چیز. حالا الان بیشتر احساس گناه میکنید، عیبی نداره. اونایی که ازدواج کردن تو بحث خانواده میگیم خب حالا چیکار کنیم، غلط عمل کردیم. ولی من چون اینجا الان دختر و پسر مجردی هستن که بنای ازدواج دارند، اینایی که میخوان تازه شروع کنند، صحیح ترین گام ها رو بگم چیکار بکنیم. حالا که توافق انجام شد، میخوایم بریم عقد کنیم. اولا یه سوال اینجا مطرحه، این سوالم جواب بدم. بعضی میگن که آقا یعنی چی؟ خیلی کمدی ها، میگیم چطور مگه؟ میگه یه دختر و پسر همین که یه جمله عربی بگن، او بگه بله، او بگه بله، بعد یهو به هم دیگه محرم شدن. همین که یه عربی بگن بعد اونم بگه بله. جواب، نگاه نکنید به اینکه یه کلمه بود یه جمله بود، این اجازه از خدا بود. با این جمله و با این کلام از خدا اجازه میگیریم با او ارتباط داشته باشیم. مثل اینکه یه خونه‌ای داره معامله میشه، بعد یکی امضا میکنه، میگه با این دوتا خط یه خونه مال این شد، با این دوتا اینجوری یه خونه مال این شد. میگیم تو نگاه نکنه که این دوتا خطه، این دوتا خط حکایت از اجازه این آقاست که شما حالا میتونی در ملک من تصرف کنی، مال شما باشه. پس نگاه نکنیم به اینکه یه جمله گفت، یه کلمه گفت، حالا این دوتا با هم محرم شدن دیگه. میگیم پشت این اجازه‌ای که داریم از خداوند میگیریم برای اینکه این ارتباط و این وصلت ایجاد بشه. اما ما میگیم که عقد یک وظایفی به گردن آدمه، یک کارایی باید توش انجام بشه، پس برای همین یک دورانی داریم. پس حرف اول ما اینه که بعد یک دورانی اسمش دوران عقد باشه. این که من صبح عقد کنم عصر عروسی، این غلطه. ما یه کارایی میخوایم تو عقد داشته باشیم، یه برنامه هایی داریم، یه وظایفی داریم، یه تکلیف هایی داریم، و اینها اگر دوران عقد نباشه انجام نمیشه. پس نکته اول، باید حتما دورانی به نام دوران عقد باشد و فاصله عقد و عروسی فاصله‌ای باشد. سوال اول، این فاصله چقدر باشه خوبه، چقدر باشه بده؟ جواب، ایدئال دوران عقد 6 الی 9 ماهه. مثل اینکه تو بحث سن ازدواج گفتم 5 الی 7 سال ایدئاله. اینطور نیست که اگر دیدیم یه جایی یه کسی 2 سال با هم اختلاف سنی داشتن بگی پس بد است. نه، یک بینیم معدل بالاست، آدم خوبیه، شناخته خوبیه، عیبی نداره، بالاخره اختلاف سنی هم دارن، حالا یه ذره کم. میگیم 5 الی 7 سال ایدئاله، حالا یکی 10 سال اختلاف سنی دارن اما آدم درست و روبراه و خوبیه و آدم سالمیه، خب ازدواج میکنه. ایدئال دوران عقد 6 الی 9 ماهه، اما معناش این نیست که حالا اگه یه ذره کمتر شد یه ذره بیشتر شد حالا فاجعه ایجاد شد. ایدئال اینه. اون چیزی که اصلا خوب نیست اینکه کم از 3 ماه باشه، چون وقت اون برنامه هایی که الان میگم داریم با 3 ماه انجام شدنی نیست. چیزی که خیلی بده دیگه بیشتر از
یک سال و نیم، دو سال، یک دو سال بگیم که بعد بازی خطر نکنند. این بسیار خطرناکه که بینی دختر پسر الان دو سال تو عقدند. خود طولانی بودن دوران عقد حرف میاره، یه حرف این میزنه، یه حرف اون میاره، یه حرف این میزنه، یه حرف اون میزنه، خستگی میاره، کلافه شدن دیگه، تا کی این خونه بابای این، این بابای این، این ما دلزدگی میاره. به جایی که دوران عقد دوران نزدیک شدن قلبها و انس و الفت باشه، وقتی تاریخش زیاد میشه یواش یواش کلافه هم میشند. ایدئال 6 الی 9 ماهه، نه آقا یک ساله، ولی طولانیش نکنیم. آقا تو دوران عقد چه فایده ای داره؟ فواید این که ما یه دورانی به نام دوران عقد باشیم چیه؟ یک، جداسازی تدریجی والدین از فرزندان و فرزندان از والدین. بالاخره این بچه ها عادت کردن با پدر مادرشون، پدر مادر عادت کردن همیشه بچه هاشون. این که اگر بخواد خیلی زود این بچه ها برند، رو هر دو اینا اثر سو داره، گاهی اوقات رو پدر مادرها. ولی همین که پدر مادر میبینن که الان تو عقدن، باز این میره دو ساعت نیست، باز امروز میره آخر شب بر میگرده، باز فردا یه صبح تو بعد از ظهر یه وقتی نبوده، همین که یه وقتی هست یه وقتی نیست، آرام آرام پدر مادر علاز ذهنی آماده میشند که دیگه دخترم عروس شده ها، دیگه پسرم داره میره ها. این علاز عاطفی درونی آماده سازی هست. برای خود بچه ها هم همینطوره. اگر فاصله ای باشه، هی میره میاد میره میاد، میدونه فلان تاریخ هم دیگه بعد ازدواج بکنه عروسی کنه، خودشو مهیا میکنه از لحاظ ذهنی. اما اگر بلا فاصله عقد و بلا فاصله عروسی، یهو میره یه آقای گنده تو خونه کی شوهرش. نه از لحاظ ذهنی آماده نشده، پذیرفته نشده هنوز. و همین آماده نشدن هاست که گاهی ببینید تو جلسه، تو جشن عروسی گریه زاری. این دختره باباشو بغل کرده، با دخترم، بابا اومدیم جشن بگیریم، ما اومدیم جشن بگیریم. اگر اینا هی خودمون از ذهنی آماده کنیم، دخترم داره عروس میشه، پسرم داره داماد، ها من دارم میرم، ها اینا کمک میکنه. چون بوده حتی دختر پسری که عقد کردند، رفت ازدواج کردن رفتن، بعد یه مدتی احساس خلا کردند، دلش واسه مادرش تنگ شده، آ بابام کو، افسرده شده. دو، حالا شما بفرمایید دیگه، من یک کلام نگم که شما هم خسته نشید. بله، آماده سازی تدارکات این فرصتیه دیگه، برای اینکه کاراشون ردیف کنن. مثلا جهیزیه گاهی لازمه جمع جور بشه، گاهی برنامه هاشون رو اسمشو بزنیم آماده سازی تدارکات یا تکمیل برنامه ها. مثلا این سربازی 6 ماه مونده، این درسش 3 ماه باقی مونده، این نمیدونم پزشک طرح میگذرونه از طرحش 8 ماه مونده. بالاخره هر کی یه چیزی کم و کسری داره تو این فاصله آماده میکنه، تکمیل میکنه. محترم آفرین. حالا شناخت بیشتر، دقت بفرمایید، این دفعه شناخت جزئیات ها، شناخت که انجام شده اگر نه عقد نمی کردیم، شناخت سلیقه ها، قلق ها، رگه خواب، اینا خیلی مهمه دوران عقدم. یعنی ببینم چی کار بکنم این خوشحال میشه، چی کار کنم این یهو میخوره تو ذوقش. خوبه شناخت حاصل شده. مثلا اگر من سوت بزنم این عصبی میشه، پس یادم باشه تو زندگی مشترک سوت نزن. اگه اسم یکی رو بیارم این عصبی میشه، پس یادم باشه اسم کسی رو تو زندگی نیارم. این براش این مهمه، پس یادم باشه به این تو زندگی توجه نشون بدم. یه آقا گل براش بخری یک ذوقی میکنه. یادم باشه گاهی تو زندگی گل ببرم خونه. جزئیات، سلیقه ها، اینا رو بشناسیم.
4. حالا برعکس اونه، عادت کردن یا انس بیشتره دختر و پسر. 5. بای محترم عرض بکنم تو پشیمانی قبل از عروسی یک کمی حوصله کنید. چه فواید دیگه ای بفرمایید خانم محترم؟ آفرین. استقلال و مسئولیت پذیری و اینو میرن از لحاظ ذهنی هم آمادگی پیدا میکنن. یعنی یواش یواش دختره میگه که چهار روز دیگه خودم باید زندگی رو اداره کنم. و اتفاقا اینجور موقع هم آمادگی برای آموزش هم بیشتر میشه. یعنی دختره قبل از این کمتر میومد پای دست مادرش وایسه، یه وقتی یه غذایی با هم دیگه، ولی حالا خودش میره میگه ماما چیکار باید بکنیم. گاهی پسره میره یه مشورت هایی از پدر میگیره، گاهی احساس میکنه که بعد چیزایی رو بدونه. پس اون روحیه استقلال و مسئولیت پذیری لازم تقویت بشه و دوران عقد وقت خوبیه برای تقویتش. شما خواهم محترم اگر به ازدواج منجر نشد جدایی خیلی راحت تره تا اینکه برن تشکیل زندگی بدن. و اینو تو پشیمانی قبل از عروسی در موردش حرف میزنم. شما هم بفهمید خانم محترم. آفرین آفرین. آشنایی خانواده ها و آداب و سنن. آقا رسم و رسومای اونا چیه؟ خانواده ها همدیگر رو بشناسن، فامیلی مقدار گاهی همدیگر رو بشناسن. اینا رسمشون چیه؟ اینا مدلشون چیه؟ بشناسیم. 7. بله شما بفرمایید. آفرین. یکی دیگه هم برطرف کردن ضعف ها، عیب ها، نقص هاست. حالا یه 8 هم من اضافه کنم به قضیه و اینکه زمان مناسبیه برای آموزش و آگاهی و برنامه ریزی و تصمیم. ببینید خیلی زمان خوبیه. اولا تو دوران عقد حرف شنوی دختر و پسر از هم زیاده، چون همدیگر رو دوست دارن، از همدیگه نصیحت پذیرن، حرف شنویشون بیشتره. خیلی زمان خوبیه. مثلا یکی از زمانهای خیلی خوب برای اومدن تو کلاس همین دوران عقده. اینا اگر دختر و پسر تو عقد اینجا نشستن، واقعا این کلاس آدم باید کی بیاد، این کتابا رو آدم باید کی بخونه. یعنی زمان برنامه‌ریزی کنیم، بگیم ما می‌خوایم با هم دیگه 3 ماه دیگه بریم تو خونه هم زندگی کنیم، این 4 تا کتابو در زمینه روابط همسران بریم با هم بخونیم، این یه کلاس با هم دیگه بریم. فرصتیه که ضعفی عیبی نقصی دارن برطرف کنن با حوصله. مثلا من میبینم که از کوره زود در میرم. دوران عقد دورانیه که رو خودم کار کنم، یکم خیشتنداری و صبر و حوصله رو. من گفتم مدارام کمه. دوران عقد دورانیه که چون اونجا خیلی نیازمنده این ابزار، اونجا ردیفش کنم گذشت و مدارا رو. بله بله بله. دورانیه که بالاخره لذتیه، با هم بودنیه، بچه هم ندارن، مسئولیتاشون هم کمتره، چون بالاخره تو زندگی مشترک مسئولیت‌ها زیاده. اما یه زمانیه که مسئولیت با یه ذره کمتره، هنوز تو خونه پدریشون هستن، حالا اون سلفتی از همدیگه لذتی ببرن. کم کمه برای رفع نقاط ضعف و از بین رفتن حالت بیگانگی، شناخت خانواده ها، تهیه جهیزیه دیگه حالا نمیخواد بریمسم، تذکر والدین برای کامل شدن. حالا این تذکر والدین ممکنه بگیم همیشه تذکر باید بدن و همیشه تذکر والدین، اینجا حرف شنوی بیشتره، اینجا حرف شنوی بیشتره، چون میگه اوه پس فردا باید برم چی میگی ماما چیکار بکنم، میپرسه خودش. و خیلی خب، چند تا نکته مهم در دوران عقد من لازمه که عرض کنم. نکته 1، شب ماندن در خانه عروس در دوران عقد غلط است، غلط است، غلط است. مشهدیا، شب ماندن در خانه عروس غلط است، غلط است، غلط است. به این دلیل، یعنی میخوام آقا عروسی موقع عروسی، موقع عقد عروسی نکنید. بیشتر نمیتونم توضیح بدم. یکیش این که بابا تو این خونه گاهی دختر و پسر جوونم بگو هستند.
خب دست اینو میگیری میبری تو اون اتاق دارم میبندی. این دختر پسر جوونه تو این خونه یکم اینا تو فهم انا کنه گاهی امکان بارداری هست، کم نبودند دختر پسرهی که تو دوران عقد، البته پسره که نه، دختری که دوران عقد باردار شده. بعد میدونی چی شده؟ باید هی تندون بازی زود باشیم عروسی رو بدستیم جلو. حالا کلی فواید بود، کلی آثار بود، کلی کارا باید، اما همه اینا باید به هم بخوره برای اینکه یخ نگه اینا تو عقد بچهشون به دنیا آمد. و دلایل دیگه هم هست. ببین ممکنه حالا توی خانواده دختر و پسر جوون نباشند، فقط پدر و مادرش باشند. حالا این اثر رو نداره، این که مثلا جوونایی که تو خونه هستن یه مقدار براشون خوب نیست، ولی خب اون احتمال بارداری هم و چیزای شبیه این که هنوز هست، پس به احتیاط نزدیکه. یه نکته دیگه اینه که دختر و پسری که در دوران عقد عروسی هم دارند، اینا معمولاً احتمال این هست که ازدواجشون به تأخیر بیفته، چون همین که حالا نمیتونن با هم باشن یکمی عجله هم دارن، زودتر آقا جمع جورش کنیم بریم، زودتر کارا رو ردیف کنیم بریم تو خونه خودمون. اما وقتی باباش داره خرجشو میده، اینا با هم بیرون میرن و گاهی شبه هم میمونه، با چی کار داره حالا بیاد عروسی هم بکنن؟ روشنه؟ خوبه که روشنه برای 5 نفر. پس این غلطه، این درست نیست. حالا بعضی وقتا میگن که آقا او تف اصرار میکنه. اولا این به عهده زن و شوهره، دختر و پسره، که همونجا با هم دیگه قول و قرار بذارند. آقا بیایم تو دوران عقد همجو با هم باشیم، مثل خواهر و برادر که محرم همه، با هم برن، با هم بیان این ور اون ور، با هم باشن، یکی برن خریدی کنن، تفریح کنن، این ور برن. شب موندن و عروسی کردن و اینها در کار نباشه. ولی گاهی اوقات این طور میشه که یا خانواده ای اون از اینا اصرار میکنه، پافشاری میکنه، کار داره به اختلاف میفته، ای نگه یه اتفاقات اینجوری میفته، او داره لحاظ روحی رنجیده میشه، اذیته، ما آگاه میکنیم. اگر هیچ کاری دیگه نمیاد کرد، حالا گاهی انعطاف به خرج میدیم. ولی همینقدر بدونید پدر مادرای دخترها، پدر مادرای پسرها، خود دخترها و پسرها، همه شما، این کار به مصلحت نزدیک نیست. یکم حوصله کنیم، خویشتنداری کنیم، با هم باشیم، ولی این شب موندن ها اصلا جایز نیستش. نمیدونم. خیلی عرض خدمتتون که نکته بعدی اینه که یه وقتی هستش با همه تحقیقات را، مشورت ها، بررسی ها، میبینی که اوه 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 فهمیدیم طرف معتاده و وحشتناکه و هیچ جوری هم اصلاح نمیشه و اوضاع خطریه، یه ضعف فکر عقیدتی بزرگ میبینیم، نه که دکمه نداره کتشا، میبینیم آستینو یقه و جلو نداره، فقط عقبش هست پشتش. وقتی که ما میگیم که نه، پشیمانی قبل از عروسی رو اینجا گذاشتند، نه بگیم دیگه حالا عقد کردیم زشت اسمش رفته تو شناسنامم، بعد آینده چی میشه؟ خب اگه من جدا بشم بعد ممکنه بعدا چی میشه؟ نه، اصلا اینو گذاشتن برای همین موقع. ما بنای جدایی نداریم، تمام شناخته انجام شده، اما یه بار یه دیگه یه وقتی تو همین دوران عقد مثلا یک ساله یه چیز عجیب غریبی میفهمیم که دیگه اینجا فکر و مشورت باید بشه و بعد در صورت نیاز اینجا باید جدا شد. ملاحظه آبرو و یه ایشالله درست میشه و نم این چیزا به شدت غلطه. اگر هم یه ضعف بسیار جدیه ولی میگیم ایشالله درست میشه، بعد در همون دوران عقد درست بشه. بعضی وقتای حرفا رو میزنن یه ضعف خیلی بزرگ داره ها، مثلا فهمیده این اصلا عمر نماز نمیخواند، هیچ وقت اعتقادم نداره، میگه برید تو خونه هم درست میشه. این حرف پدر مادرای ناآگاهه، برن زیر سقف درست میشه. من همیشه میگم زندگی رو بسازیم بذاریم برای
که اگر درست نشد چی؟ من یه حرفی از دوره خواستگاری یادم اومد، حالا ابی نداره، بذار همین الان زودی بگمش، باز ممکنه یادم بره. یه قانون بسیار 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 مهم، یه جور یه قانون فوق العاده مهم، به وعده ها اعتماد نکنید. من الان معتادم با هم زندگی کنیم میذارم کنار. من الان خیلی رفیق بازم، تو به من بله بگو تمام کار. من الان علاوز پوششم مناسب نیست، اما حالا که میبینم برای شما اینقدر مهمه ازدواج کنیم دیگه قصه عوض میشه. من نماز نمیخونم ولی ازدواج کنیم قول میدم بخونم. من مشروب میخورم، ازدواج کنیم قول میدم دیگه نخورم. اصلا به وعده ها اعتماد نکنید، چون اومدیم و این کار نکرد. اگر این قضیه مهمه برای شما، اگر جز معیارهای اصلی ازدواجه، اومدیم و این کار نکرد و احتمال اینکه این کار نکنه زیاده، چون اونجا توی جریان احساسی و میخواد به خواست و مطلوبش برسه میگه باشه، ولی وقتی که 6 ماه از زندگی گذشت هیجان هم خوابید میزنه زیرش، میگه نمیتونم آقا نمیتونم. ببینید با همینی که الان هست میتونی زندگی کنید، با ایشالله ماشالله زندگی رو نکنید. ایشالله درست میشه، ایشالله این کارو میکنه، قول میدی؟ قول میدی حجاب داشته باشی؟ اونم میگه قول میدم. 3 ماه بعد میزنه زیرش. گرفتی؟ خیلی خوب، چی داشتیم میگفتیم؟ از دوران عقد اینو میگفتیم و پشیمانی قبل از عروسی و خیلی خوب دیگه. اگه الان چیزی نیست بریم جهیزیه. چند تا نکته هم از جهیزیه من صحبت کنم. فکر کنم جشن رو باید شنبه صبح بگیریم، ولی حالا جهیزیه لطفیست. باور رو درست کن. اون وقت این رفتارهای غلط چرا کم آوردید؟ چرا زیاد آوردید؟ چرا خارجی نیست؟ ما که اینقدر مهریه کردیم، ما چرا؟ جهیزی لطفیست از طرف خانواده عروس به عروس و داماد. زندگی عروس و داماده، اینا خودشون باید وسایل خودشون تدارک ببینن. این دوتا میخوام هم زندگی کنن بعد شروع کنن. حالا گاهی اوقات خانواده ها برای اینکه ببینن اینا دست و بالشون تنگه، پسرم یه خرجایی واسه خودش داره، خصوصا خانواده عروس برای اینکه کمک باشن لطف میکنن، محبت میکنن، منت به سرمون میذارند، 4 تا تیکه هم میدن، 5 تا وسیله هم میدن. اینجوری نگاش کنی 2 قرطونیمت باقی نیست، توقع نداری، مادرت اینم نداد بهت. اینجوری نگاه کنیم خود عروس چونه نمیزنه، نه اینم برام بخرید، چطور برای اون مبل خریدید برای من نمیخرید؟ وظیفه خودتون زندگی رو شروع کنید. و اینو خوبه دختر و پسر با هم در میون بذارن تو همون دوران، همون جایی که دارید حرف میزنید، قبل از که عقد کنید. آقا جهیز مهریه لطفیست از جانب شما، جهیزیه مهریه هدیه‌ایست از جانب شما، جهیزیه لطفیست از طرف خانواده ما. دستمون رو میخوام بگیرن، گاهی یه چیزی هم به ما میدن که کمک خرج و کمک حالمون باشه، ما زورمون نمیکشه اجاق گاز بخرید. اینا اجاق گاز زحمت کشیدن، جهیزیه چی دادن؟ یه دونه اجاق گاز. همین دین که حاکم نیست بی حیایی هست. و خانواده مادر شوهر حرف میزنن، اون مادر شوهر و پدر شوهر، وقت بی حیایی رو میشه. ای شما اینو دادی ما اونو دادی، ما خودمون دخترمون عروس کردیم، نمیدونین چی بهش دادیم، 6 تا کامیون دنبالش بود با 2 تا وانت. دینم این نیست که نماز میخونه طرفا، فقط این نیست. حالا این
این لطفو که دارن میکنن خانواده عروس، منت رو سرمون میذارن، دارن محبت میکنند، یه دونه دم کنی میدند. خب حالا هرچی این بشه سبکتر باشه بهتر. تهیه جهیزیه قانون داره، قانون تهیه جهیزیه. هرچه لازم است اگر مقدور است بهترین آن، هرچه لازم نیست تهیه نشود. یه قانون بذار، آقا یخچال خیلی لازمه، ضروری زندگی هست، حالا که میخوام یخچال بخریم پس اگه مقدور هست تا اونجایی که توان داریم بهترینشو میخریم. اما هرچی که لازم نیست، مثل میز نهار خوری، بخریم یا نخریم؟ دیگه آخه همه میخرن. خدایا به فضل خودت دیگه معطلمون نکن، خدایا این شب جمعه ای به ما عقل سالم بده. عقل 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 آخه اینا چیه خدایش؟ تو بحث NLP هم یه اشاره هایی کردیم. شمدون یعنی چی؟ شمدون یعنی چی؟ چیو بزنن؟ عقل. عرض به خدمتتون که هر چی که لازم، بوفه لازمه؟ خونه کمد داره، کابینت داره، لزومی هم نداره آرکوپالامون رو نمایش بدیم. حالا میگی واقعا 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 واقعا، ولی وقتی خودت که بشه مبل ضروری زندگیه دیگه، نمیشه دیگه، یکی میاد زشته. آباجور چی؟ آخه این چه کاری آخه؟ اصلا تو 6 سال زندگی مشترک یک بار پلوپز استفاده نکرده، ولی پلوپز هم بوده تو وسیلش. الان آثار سوی جایزه سنگین رو میگم، خدا کنه وقت تموم نشه. چقدر وقت داریم حدودا؟ 5 دقیقه. پس من تو بگم آثار سوی جایزه سنگین رو، خیلی حرفای اینجا که میشه من حرف زیاد دارم، خیلی شاکیم من. پاک کنم گوشه رو ببینیم آثار سوی جهیزی سنگین چیه. حالا همین لطفی که میخوان اونا بکنن، گاهی خودشون خودشون تو اذیت قرار میدن. اصلا انتظاری اونوریا به این شکل و حدت ندارن، گاهی خود پدر مادر دختر و گاهی فشار خود دختر به والدین باعث میشه خرابکاری کنند. آقا آثار سوء جهیزی سنگین، جهیزی سنگین این چیزی که ضرورت نداره تهیه کنیم. یک فشار شدید اقتصادی به پدر عروس. بنده خب کسی که عروس و داماد داره یواش یواش سنش کم بیشتر شده، حالا این نیاز به آرامش بیشتر، به استراحت بیشتر، اونجا باید وام بگیره، پیش میاد به این چک بده، به اون چک بده، به اون چک بده، هی خودش تو قرض و قسط و وام ببره که این چی؟ یه وقتی همزنش اونجا نمونه، همزنم میخوان بابا حالا با قاشق هم بزنن 4 روز. یه چیزایی که به خدا نباشه هیچ اشکال نداره، هر چیزی ریز بگیر فرقی نمیکنه. وقتی میگیم هر چه لازم نیست، یک علک آقا لازم نیست، خدا وکیلی یه میخم میزنه به آشپزخونه، این هم میزنه روش، بعد 3 تا علک بزرگ، متوسط، کوچیک، اشانتیون علک. آخه بابا ما کی علک کردیم جان مادرت؟ علک نمیکنه. 2 تا قابلمه داره، 8 تا دم کنی داره.
اینا برای چی آخ؟ چرا این پدر رو تحت فشار قرار میدی؟ آدم یهو میبره، یهو قاطی میکنه، یهو خسته میشه. بعد گاهی اوقات این فشار شدید منجر میشه به مشاجره های خانوادگی. او مادر میگه آبرونه تو به فکر نیستی؟ میگه ندارم. میگه من کاری ندارم، کاری ندارم، دخترمونه. میگه خب ندارم. میگه پس داداش کجا میاره؟ نمیدونم، خوشا داداشم دزده. درگیر میشند با هم بحث میکنند. ببین زندگی که باید با شادی شروع بشه، سه ماه بس زن و شوهر با همه. این چی خریدی؟ میگه خب نتونستم بیشتر از این بسشونه. نه، نگه چند تا دختر داریم. مشاجره های خانوادگی. بعد چی؟ نفاق و دورویی تو این خونه زیاده. چجوری نفاق و دورویی هست؟ حالا عرض میکنم چجوریه. حالا این شکلیه که دختر و پسر میگه الان داشتن دعوا میکرده زن و شوهر تو خونه، پدر مادر عروس. ای بابا این چجوریه فلانه، بابا دیگه توانم نیست که به من نگید بخنم. میگه حالا چیکار کردی نگه؟ رفته یه چیز خریدم. بعد همون موقع زنگ میزنن، داماده اومده سری بزنه. بعد میاد میبینه اینو خریدن. ای بابا خودتونو به زحمت نندازید، زحمت کشیدید، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم، قابل نداره اینا، من خواهش میکنم. تا الان که داشتی میگفتی بابا این سترش هم زیادیه، تا الان که دعوا میکردی چرا راست نمیگی؟ با هم دیگه اینطوری تره. این نفاقه، این دورویه. بی خدا قسم اگر عروس و دامادی ازدواج کنن تخت نداشته باشن، هیچ اتفاقی در هستی نمیفته. دنبال خوشمزدگی های زندگی باشید، نه عروس و تختش. تو خونه خودشون پای تلویزیون میخوابن رو زمین، اما تو عروس میشه بعد بالا ارتفاعش. چه اتفاقی افتاد؟ بابا این دختر الان تو خونه رو زمین که خوابیده. میگن چون پاتختی داریم اونجا، اگه تخت نباشه که نخو تو اتاق خواب کنیم، نه پاتختی رو برگزار کنن، تو همون سالونه برگزار. اسمش عرض به خودتون که چهار اسراف ولخرجیه، خرج بیجاست، گناه که حتما نباید مال مردم خوردن باشه. آقا این زیاد رویه، یکی برای ضروری زندگیش معطله، من دارم چیکار میکنم؟ یکی برای ضروری زندگیش معطله، همین چیزای خیلی ضروری رو نمیتونه ردیف کنه، دخترش عروس کنه. بعد من مقیدم که حتما یه پنج کاره هم داشته باشه. پنج؟ شما بگید، من همش نگم. آقای محترم آفرین، انگیزه تلاش کم میشه، انگیزه تلاش کم میشه. بیاخی ما یه عشق زندگی، یه عشق زندگی همینی که آدم کار کنه، زحمت بکشه، شیش تا قرفه بخره. خدا یه عشقیه، خودش زحمت کشن جمع کنن و نهایتم شیش تا قرفه خریدیم. یه همه چی هست، سه تا سرویس داره. آخه خب اینا دو نفرن که بابا، شیش تا بشقاب بسته شده. نه اومدیم مهمون اومد، دوازده تا. نه اومدیم خیلی اومد. آخه یک سه تا سرویس بزنن تو کابینت که شاید یه وقتی 23 تا مهمون با هم داشتن. خب بابا روزی 4 تا ظرف کرایه میکنن یا بعدن میخرن اگر ضرورتی شد، اگه ضرورتش بعدا میخرن. انگیزه تلاش کم میشه اگه همه چی هست، همه چی هست. خب به من خیلی تهدیدم میکنن وقت تمومه، حالا دو تا دیگه بشنویم. خانم محترم شما بگید. ما میگیم اینجوری عرض میکنیم فرمایش شما رو، میگیم قدردان نیستند، قدرشو نمیدونن، چون همه مفتی یه دفعه رفتن زندگی کردن. آخه این خود همین پدر مادر این عروسه اینقدر تیکه تیکه یواش یواش طی سالها جمع کردن، حالا شده یه خونه و دوتا تیکه وسیله هم توشه.
اما حالا این دختر و پسر جوان یهو رفتن تو زندگی و همه وسیله هم بسن، اصلا قدر اینا رو اونجوری که باید نمیدونند. شما آقای محترم آفرین، یه خونه بزرگتر باید اجاره کنند. اصلا یه اتاق که محل نگهداری چوبه، یه اتاق اگه تازه پذیرایی محل نگهداری چوبایی دیگه ای نباشه، خونه بزرگتر اجاره کنن. پس این دختر پسر اول زندگیشون باید پول اجاره بیشتری هم، یعنی این بطور یه تحمیل فشاریه. حرف زیاده چون میگن خیلی وقت گذشته، من عذرخواهی بکنم. این مواردی داره که خیلی مهمه، انشاءالله فردا، یعنی فردا که با خداحافظی کنیم بعد با هم حرف بزنیم. تا جلسه آینده که شما بزرگوارم باشیم، خدا نگهدارتون باشه.